سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دلاتون شاد و لبتون خنده. امیدوارم که عید خوبی رو سپری کرده باشید، سال 1401 به خوبی براتون گذشته باشه تا الان تو این 4-5 روز. امروز قراره یه بازی بکنیم به اسم چالش فیلم 5 ثانیه‌ای. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اسم چند تا فیلمو نوشتیم تو گوشیامون و کاری که میکنیم اینه که اونا رو سعی میکنیم داستانشون رو تو 5 ثانیه توضیح بدیم و طرف مقابلمون بعد سعی بکنه که تو همون مقدار، حالا 5 ثانیه تا 10 ثانیه، اسم فیلمو حدس بزنه. سری فیلمو بگه. بله. مثلا من یه مثال کوچیک بخوام بهتون بزنم. یه فیلمی که توش چوب دستی زیاده. چی؟ آره، هری پاتر. اینجوری. آره. پس بریم ویدیو رو شروع کنیم. فقط قبلش من بگم این ویدیو حاوی هیچ اسپویلی نیست. نه. این یک، دو اینکه ایده رو این داده و این میبره. دو. خب کی اول شروع کنه؟ سنگ من شروع میکنم. داستان یه دختر دبیرستانیه که صدای خیلی خوبی داره و میخواد به کالج خوانندگی بره، اما خانواده‌اش نمیذارن. کدا؟ درست بود. فرار از زندان تو دیوار. رستگاری در شاشنگ. دختر پسری که عاشق هم میشن اما مجبورن به خاطر مریضیشون همیشه 5 قدم از هم فاصله داشته باشن. 5 feet apart. بله، کاملا درسته. من نه فیلم رو خواهد جوری اسم فیلم رو نوشتم که حتی اگه یه نفر مثل تو ندیده باشه میتونه اسم فیلم رو بگه. بریم فیلم بعدی. کله از تو تخت. Horse head in bed. یعنی فکر کن پدر خواندرم نیده. برو فیلم بعدی. کله اسب در تخت. آره، پدرخوانده رو ببینی میفهمی. اوکی. پسر یکی از خدایان المپیا که روی زمین رها شده و بعد از چندین سال با گروه کوچکی از افراد برای شکست دادن موجودی عجیب راهی سفر ماجراجویانه میشه. هرکول؟ نوب. اتاک آن تایتان. ببخشید، کلش آف تایتان. اتاک آن تایتان اون انیمه بود. اتاک آن تایتان چیه؟ کلش آف تایتان. زندگی مثل یه بسته شکلاته. کارخانه شکلات تازی. نه، فارست گام. دیالوگ فیلمه، یعنی یه بار فیلم رو دیده باشی میفهمی. برو، هیچ فیلم خوبی تو زندگی ندید رو. من میاد میگه فیلم های مارول. خب، اینو نادرست گفتی، بذار این نه بزنم برا. آره سیمونایی که تو درست گفتی، هیچ کدوم. هیچ کدوم نگفتم. نه. داستان یه خلافکاریه که به خاطر اینکه توی سرقت شبانه سگش کشته میشه دست به جنایت دیگه. جان ویک، لتس گو. خب، اولین قانون راجع به بهش صحبت نکن. نمیدونم. فایت کلاب. یه راکون دنبال دوزیدن آذوقه زمستونی خرسه. آسیب پرچین. فاک، اینم گفتی. خواستم زنتو منحرف کنم. یادم اصلا. آقا اینو دیگه بعد بگی دیگه. بازی مرگ و زندگی. بازی مرگ و زندگی. بازی تاج و تخت. اسکوید گیم. فاک، شوخی میکنی؟ اینو دیگه من نوشتم که همه بفهمن. بازی مرگ و زندگی. آخه وات دی فاک، چرا تو اسکوید گیم داره؟ بعد بازی کودکانه مرگ و زندگی مثلا می نوشتم. برو بعدی. یه پسری که ننه باباش مردن و بچگیش رو فلاکت میگذره و وقتی بزرگ میشه دنیا رو نجات میده. هری پاتر؟ بله. هری پاتر. اینو دیگه باید بگی دیگه. خواب. یه بار دیگه. خواب. دیدمش من؟ اگه ندیده باشی دیگه من واقعا شک میکنم. واقعا؟ بابا طرف اینسپشن کریستوفر نولان رو ندیده. دیدی یا نفهمیدی؟ باریکلا. یه آمریکایی مسئولیت پش پریزون رو قبول میکنه و میره انگلیس و با کلی چالش‌های مختلف روبرو میشه. مستر بین؟ نمیدونم چیه. نه. اگه آها، اوکی فهمیدم. شعر چیه؟ آره فهمیدم. چیه؟ تدلاسو. آره. ببینم اینو میفهمی یا نه. موجودات فضایی تو پوست آدم میان رو زمین. موجودات فضایی تو پوست آدم میان. داستان فیلم کاپیتان مارول. مارول من مینویسم. کاپیتان مارول. نه خیر، این مسافران رامبد جوان. ولی کاپیتان مارول هم اولای فیلمش همینه بابا. مراجع به فیلم خوب صحبت میکنم. خب، داستان روایت میکنه از کوتاه قامتانی که دست به کارهای بزرگ میزنن. هابیت؟ ارباب حلقه ها؟ نه، هابیت نبود. خدایی ها، آخه جفتش میشه. من میگفتم ارباب حلقه هم بودی. نه، هابیت بود. آره، اصلا این ردگون کن. اصلا دوست دارم بهت نادرست بدم حرفیه. مشکلی داری؟ من در صورت بردم. خب آقا، کل دنیا توی کامپیوتر. کل دنیا توی کامپیوتر؟ انیمیشنه؟ نه. فیلمه؟ آره. فیلمه آمریکاییه. بله. مثلا 1999 هم هست. به کارگردانی خواهران واچوفسکی هم هست. اسمش هم ماتریکسه. ما متاسفانه ماتریکس ندیدیم. نو شت. هیچ کدوم از اینا رو ندیدید. اونایی که دیدی هم نمیدونی آخه.
بیوگرافی دانشمندیه که توی فقر مطلق مرد. فیلمو نایده باشی هم میتونی بگی. خب نه، یعنی اسم خودشه. ای بابا اسمش یادم رفت. تسلا. نه تسلا بود دیگه. خانواده فقیر خودش وارد خانواده پولدار میکنه. ایرانیه؟ نه. خانواده فقیر خودش وارد خانواده پولدار میکنه. فیلم خراسایت بود. ندیدم. معلومه که ندیدم. یه معلوله که خلافکاره و خودش رو جای جانباز جا میزنه تا بتونه با یکی ازدواج کنه و به ارث برسه. به ارث توپول برسه. نمیدونم چیه. هزار پا. یه لوله کش به دنبال نجات پرنسس. یه لوله کش رو گفتی زنه من رو جای بد. نمیخواد بری جای بد. چیه این؟ سیندرلا. ماریو. من واقعا داستان ماریو رو نمیدونستم. باریکلا ماریو هم نمیدونه. خب یه نفر تو زمان سفر میکنه و قصد داره که تاریخ عوض کنه ولی گیر ایموش احمق و زبون نفهم میفته. قوی تلخ؟ بله. ها جالبه. یه مسافر زمان میره گذشته تو تاریخ عوض کنه. قوی تلخ؟ آره. یه نفر با دسیسه میفته توی زندان و پس از چند بار فرار ناموفق میبرنش به یه جزیره دور افتاده ولی موفق میشه از اونجا فرار کنه. شاتر آیلند که نیست. چی این؟ اینو نایدی؟ نه. شیش ماه دارم بهت میگم ببین. پاپیون. پدر یه پسر توسط عموی پسر کشته میشه. میتونی منو راهنمایی کنی تو چه ژانریه؟ بذار یکی بگم. بذار یه آبروی ما با این بزرگ شدیم اینجوری. با این بزرگ شدیم؟ آره. سریاله؟ بچگیمون میدیدیمش. نه. سریاله؟ نه سریال نیست. فیلمه؟ نه. چیه پس؟ انیمیشنه. یه بار دیگه پس بگو. پدر یه پسر توسط عموی پسر کشته میشه. بچه گفتم 5 ثانیه نه؟ گو خوردم. پسر شجاع. نه. بگم حالا چیه؟ شیرشاه. خب بریم بعدی. نذار که من شیرشاه رو ندیدم. خب داستان یه درخت سخنگو و یه راکون که توی سیاره دیگه زندگی میکنن با افراد گروهشون با اشرا میجنگن و از ما یه محبت میکنن. آه گاردینز آف دی گالکسی. فاک تو که مارول نمیبینی گوش رو اینو بلدی. مادر یه بچه تیر میخوره توی جنگل و میمیره. اینم انیمیشنه. پانده کنفوکار. نه تیر میخوره میام میمیره. میتونی لطف کنی از یه روایت از یه دیدگاهی دیگه به این نگاه کنی؟ آره آهوه. آهوه الان خیلی قشنگ شد و متاسفانه باید بگم که اسمش یادم نمیاد. میدونم دقیقا میدونم تصویرش شده شده. اسمش چی بود؟ بامبی. آه بامبی. وای باورم نمیشه من با کی اومدم این بازی. یه دونه رو درست بگو. ما قوی تر رو درست گفتی. آفرین هنر کردی. یه سری دلغک دور هم جمع میشن و سعی میکنن همدیگه رو بخندنن. جوکر؟ آره. کل کامیونیتی فارسی ایران. مربی موسیقی صندلی رو میزنه تو صورت موسیقین. خب اینو دیدم. اینو دیدم. خب چیه؟ اسمش هست ویپلش. آفرین. بالاخره اینو نشون. اینو دیدم. یه دونه رو گفتی. داستان یه هنرمندیه که دنیا روی سرش آوار میشه. پیانیست؟ خب ممنونم. بذار تا اینم من بگم دیگه ببینم. یه پسر که از مرگ حتمی نجات پیدا کرده. یه زمان مسئله قدیمی است که میگه جرأت داشته باش بگو نمیدونم. نمیدونم. پشت سر ما پر از پوسترهای هری پاتره. ولی پسری که زنده موند رو نمیشناسه. من این از این دیدگاه هیچ وقت به این قضیه نگاه نکرده بودم. خیلی خوب متشکرم که این ویدیو رو دیدین. اگه از ویدیو لذت بردین واقعا خوب سرتون بوده. عید خوبی داشته باشید. خدا پیج اینستا رو حتما فالو کنیم. من میخوام عکس آبرو بر ازش بذارم فعلا.